اما آموزش پروریش هم باید جوابگو باشه. من پاسخ یکی از فرمایشات جناب دکتر عجبی بدم، اینکه معلم حس کنه طلبکار زمین و زمان بهش بدهکاره، این حس خوبی نیست، باید این اصلاح بشه، درست بشه. اگر آدم به بالا دستش تو مسائل مالی نگاه بکنه، هیچ وقت آرام و قرار نداره، همیشه در استرسه، همیشه در تنگنا و فشاره. جامعه معلمای کشور این آموزش ها رو باید ببینن، این حق اوناست که این آموزش ها رو ببینن. اون کسی که دو شیفت کار میکنه یا سه شیفت کار میکنه، آرزو داره بچه هاشو ببینه. من 22 سال نیرو انتظامی بودم، الان بچه. اگر جامعه معلم ها از زمین و زمان طلب کار باشن، برای تربیت و آموزش مایه نمیذارن. یه ذره که مایه بذارن فکر میکنن بیشتر از حقوقشون کار کردن. نه بابا، این خبرها نیست، شما سوگند یاد کردید، قسم خوردید، باید پای کار وایسید. البته مجلس و قانونگذارا و اونایی هم که دستاندرکارن باید شما رو ببینن. من کوچیکی بچه ها ما ندیدم، تاریکی میرفتم، تاریکی میمدن. شما که به مقام معاونت استان رسیدید، مدیر کل رسیدید، معاون آموزش ابتدایی، یه همچین مشکلی داشتی؟ نداشتی. 24 بار اساس کشی داشتی؟ نداشتی. اینا رو بگید برای معلم ها که همش حس طلبکاری نداشته باشن، حس پاسخگویی داشته باشن. ما اینا گیرا ما ایناست، پی فلسفه هم نگردید، این گیرای ما ایناست. بیگانه ها هم ازش استفاده میکنن و میگن. بعد اگه یه کسی عقل داشته باشه، عقل معاش داشته باشه، اینو میفهمه، درک میکنه که اضافه کردن حقوق خودزنیه. پارسال حقوقا رو اضافه کردن، آیا چیزی اضافه شد به ما؟ من بازنشسته نیروهای مسلح هم. یه ماه این اضافه حقوق ذوق داشت، ماه بعدش تورم ازش سبقت گرفت. ذوق نداره اضافه کردن حقوق، چه فایده ای داره؟ آدم عاقل 1,000,000 رو حقوق شما بذارن، 2,000,000 تو بازار بخوای بری بیشتر پول بدی، آخه چه ذوقی داره اون حقوق؟ برید از یه اقتصاددان بپرسید، از یه کسی که تو این عرصه کار کرده بپرسید. اضافه کردن حقوق در شرایط تورمی بهش میگن خودکشی، خودزنی اقتصادی. یعنی این از فرهنگی ها ما انتظار داریم اینا درک بکنن. یه فرهنگی باید بدونه تو این شرایط اضافه کردن حقوق یعنی خودزنی اقتصادی، باید مطالبهش رو به شکل دیگری دنبال بکنه، نه که حرفای دشمن شاد کن بزنه و رسانه های اونور آبی هم بررسی کنن که 40 تا معلم اومده دم دفتر آقای عجبی یا دم دفتر مدیر کل یا اینها. هر کاری یه راهی داره.